اسمی از ستون‌های خارجی بردی، اسموک میکنی که مثلا دیسکاوری کنی، دنبال ساخت طرحهای طعمهای جدید هستی، یا نه واقعا اسموک میکنی که خودت لذت ببری؟ یعنی میگم ذهنت همچنان ذهن سازنده است، جستجوگره توی ستون‌های خارجی یا نه؟ مثلا یه موقعی میگی اوکی بذار این خلاقیت خاموش کنم، صرفا یه اسموکی بزنم لذتش رو ببرم. حقیقتش رو بخوام بگم جفتش، البته یه مقداری تو این چند وقت اخیر کمتر شده، من کم دارم، مثلا توتون دارم که بخوام اسموک کنم، الان مثلا یکی از دوستان هم فرستاده، همچنان دارم بالکان پلاد از ساماریگاویت رو دارم، بالکان فلیک رو دارم، همون توتون فلیک شده رو دارم، رد لاین رو دارم که کمی تز دارم، توتون پرفیکشن دارم، مقداری توتون لارسن دارم، ولی اکثرا با توتون خودم اسم میبرم، نه به این خاطر که مثلا بگم مثلا چیز مثلا ارق اینجوری دارم، نه اسموک های روزانه بیشتر انجام میدم، من خیلی کم پیش میاد بخوام آخر شب مثلا بشینم، بعض وقتا پیش نمیاد، اینه که در حین کار معمولا سعی میکنم اسموک کنم، اسموک های روزانه انجام میدم. منهای این آقا خودمونیم، توتون واقعا گرون شده، توتونی که شما میخریدید، من مثلا پرچمدارای مکبره رو میخریدم، توتونی مثل رول کیک، مثل لام کیک، مثل دارک تویست، وانیلا کریم، توتون ها رو من میخریدم 300 تومن، من اولین توتونی که یادم میخریدم 140 تومن خریدم، میکسچر رو خریدم 140,000 تومن، هم 3 سال پیش بود یا کی بود، الان چقدر باید بخریم؟ شما بگید. من آخرین باری که قیمت گرفتم توتون های چیز، رفتم بازار و بچه ها قیمت گرفتم 600, 700, 800, میلیون، 1,000,000. سامول گریتو که اصلا چیز کن 70,000 تومن بود، 70,000 تومن بودیم. یعنی من رفتم بازار، بعد مغازه وفا آقای موسایی به من میگفت ببین ببر اینا رو، تو باید یاد بگیری از اینا اسموک کنی. من همش آروماتیک اسموک میکنم، باید یاد بگیری از اینا اسموک کنی. گفتم خدا این چیه؟ بده دوتا مثلا شد 140,000 تومن. خب بعد الان که بهش فکر میکنی میبینی که میگرفتم انبار میکردم بهتر بود، الان هیچی ندار، گیر نمیاد. همین میگم، یعنی از یه طرف ما قدرت خریدمون اومده پایین، از یه طرف به واسطه دلار قیمت جنس توتون حالا اروپایی رفته بالا، توتون خارجی رفته بالا، و این در واقع هی داره چیزش بیشتر میشه، فاصلهش بیشتر میشه. آقا رو راست بگم، خود من در ماه قبلا حداقل یکی دوتا رو میخریدم، الان منهای این که حالا میگم اسموک ها روزانه است، بیشتر سعی میکنم اسموک های روزانه داشته باشم، من این ستون اینجوری دارم، من وارد خاصی میخوام بشینم یه جایی اسموک کنم، توی میتینگی کلابی بالاخره جایی بالاخره اسموک میکنم، از این ستون هم اسموک میکنم. ولی یه مورد دیگه که هستش اینه که قیمتش زیاده، یعنی برای من واقعا زیاده، منی که بالاخره هزینه زندگی دارم، بچه دارم، بعد خرج بچه بدم و خرج زندگی دارم، اینا زیاده واقعا، بعضی از اوقات نمیتونم تهیه کنم. ولی چیزی که مثلا تو دنیای شرکتی که هستش بخوام بگم کدومها رو دوست دارم، واقعا هم پرچم‌دارهای مکبارن در اول، یعنی رول کیک، دارک تویست، پلام کیک، مثلا خیلی شنیدم میگم پلام کیک آقا طعم عجیب غریب داره، طعم خوبی نداره، من خیلی شنیدم اینو، ولی واقعا من طعم لذت بخشی ازش میگم، یه لاتاکیای آلوی مانند خاصی داره با تجربه اون حالا پلامی که توش زدن، پلامی که داره تو بخش آروماتیک وانیلا کریم واقعا دیگه توی پرچم دارهای مکبر. بخوام از توتونای دیگه بگم کومویس میکسچر، کومویس انگلیش میکسچر، یکی از بهترین توتون‌های انگلیسی بوده که تا حالا اسمو کردم. توتونی داخلش هست که در واقع از نژاد باسما هستش و تبدیل شده به لاتاکیا.
خیلی طعم و لذت بخش کرده و فکر میکنم اگر اشتباه نکنم بیشتر طعم لاتکه سوری توشه، یعنی سریای قدیمیش لاتکه سوری توشه. باز تو بحث توی قسمت آروماتیک انگلیش نبخشه این توتونه چیز چیه ارینمور میکسچه، یکی از فوق‌العاده‌ای بود. بعد ارینمور چون فلیکشه یا میکسچرشه میکسچر، چون من اونی که داشتم قابشی در متفاوت. بعد باز رنیر گولد فوق‌العاده است، شما خیلی دوستشون دفعه. آره رنیر گولد و رنیر نمبر 51ش هم دیدم که آره 51ش یه انگلیش ملو بکنم واسه کسی که تازه میخواد شروع کنی چیز خوبیه. رنیر گولد برای من بعد جالبه میگه من اولش اصلا هیچ رابطه ای باهاش نداشتم، یعنی اسمو کردم اولش گرفت دادم دم اوینش اصلا چیه توتون یه جاقت بیمزده بود مسخره است، گفتم ولش من اصلا درشم بستم و هم جیر گذاشتم اشته دو سه ما مونده بود نمیده بودم بیبرم یه نگاهی بندازم بهش من چی بیگیه حالا یه کسی من این دفعه باز کردم ندونم شاید ذائقه من تغییر کرده بود، چون اسموکر ممکنه یک توتون رو شما در یک موقعیتی اسموک کنید در یک جایی در یک زمانی با یک نوشیدنی طعم خوبی ازش نگیرید، در یک مکان دیگه در یک خلوتی حالا با یک نفری با یک نوشیدنی مناسبی با یک فکر بازی بله. اسموک کنید و اصلا متحیر بشین از اون اسموکی که دارید. بله. برای من رنیر اینجوری بود، یعنی گذاشتمش کنار رو بعدا رفتم مثلا یه دو سه ماه مونده بود حالا جار نکردم، ولی چون درش خیلی خوب کیپ میشه و یه حالت کنسروی خوبی داره همجوری مونده بود و رطوبتش هم خیلی کم نشده بود مناسب بود. باز کردم اسمو کردم واو این رنیره، یه چون من اسموک نکردم تا الان و باورت نمیشه موقعی که داشت تموم میشد دعا میکردم تموم نشه تو رو خدا، کم کم میکشیدم ذره ذرهش هم جمع میکرد، اینقدر جالب بود برای من تفاوتی که داشت. یه طعم بنارنج خیلی اسپایسی خوبی داشت و واقعا من لذت توی توتونه که بلا سلیرم بود و اینها اینا خیلی به من چسبید، ولی برای اسموک های روزانه اگر بخوام توتون شرکتی رو بگم پرچم دارای مکبرن فوق‌العاده است، رول کیک، پلام کیک و دارک تویست، سه تا پرچم داری که واقعا میتونم بگم نیمه آروماتیک نیمه کلاسیکه و لذت میبرید، شما هر بار که اسموک کنید میتونید یک بار دیگه هم اسموک کنید در روز، شاید بگم یکی دو بار بتونید باهاش اسموک کنید و لذت ببرید و نگید که اوکی حالا بره برای مثلا دو روز دیگه یا سه روز دیگه یا هفته دیگه اسموک. بگم بگم مرسی ازت، مرسی که واقعا تجربه خودتو به اشتراک میذاری. بگو دنبال فراوری یعنی دنبال تمدهی توتونهای خودم هستم که یک توتون جدیدی رو مثلا بتونم ازش در بیارم یا ارتقا بدم نحوه تمدهیمو و همین که نه اسموک روزانه واقعا اسموک داشته باشم و اینها، ولی امیدوارم که قیمت ها یه ذره یا ما بیایم بالا یا اون بیاد پایین، نه بالاخره گم نکنیم هم دیگه رو داشته باشیم، چون اینجوری نیست که بگم من چون تولید کنندم مثلا بقیه بدن من خوبم، نه آه شما با دنیای طرف هستید که دنیای تمام مزه است، حتی دو تا قرمه سبزی رو شما از دو نفر مختلف بخورید دو تا طعم مختلف میگیرید، دو تاش هم ممکنه لذت بخش باشه، این قرار نیست که ما بگیم اوکی مثلا دیگه تموم شد دیگه این اوکیه تموم، نه شما بعضی وقتا دوست دارید طعم‌های متنوع رو تست کنید، اینجوری نیست که بگم من سازنده توتون دیگه توتون شرکتی استفاده نمی‌کنم یا مثلا توتون ساخت فلان کس رو استفاده نمی‌کنم، نه ما دنیای تنوع تجربه و لذت‌های مزه رو داریم و اصلا نباید از خودمون دریغ کنیم. بله یک کار جالبی هم که حالا من توی که ویدیو گفتم اینجا هم بگم اینه که وقتی که حالا تو خارج از ایران شما میری پیش بارتندری تو بعضی از این بارها علاوه بر نوشیدنی های مختلفی که میتونن آماده کنن به صورت ترکیبی و تخصصی هست همین بلندینگ،
بهتون میگه که مثلا این بلند پلاس به علاوه این سیگار برگ، خب یعنی اسموک رو با نوشیدنی میکس کردن. خب همیشه بعضی وقتا حالا تو ریویو ها کم کم من میگم اینو که مثلا این پیپ و این توتون با این مدل قهوه، من قهوه دوست دارم، با کدومش به من میچسبه. خیلی کار خوبی میکنید. یکی از مواردی که خیلی در ویدیوی شما مست جان مشهوده همینه. یعنی ببینید ما در اسموک پیپ، اولا اینو تو گیومه بگم، اینی که میگید من نمونهش رو در قهوه کوبانو دیدم. چیزی که شنیدم از دوستم و حالا توی ویدیو هم بعضن دیدم، سیگار برگ کوبایی رو تو خود کوبا وقتی میخوان سرو کنن یا مثلا بیارن برای شما، یا توی کافی شاپ مثلا کوبانو کافه سفارش میدید، قهوه کوبایی سبک اون قهوه کوبایی، حالا من این که خود قهوه چیه، با شکر یک غلظت زیادی رو درست میکنن، قهوه رو به اون اضافه میکنن، یک ذره قهوه رو با شکر میزنن، یک غلظتی رو درست میکنن، بعد قهوه رو دوباره بهش اضافه میکنن و این میشه قهوه کوبایی. این رو با سیگار برگ کوبایی حتما سرو کنید، یعنی تو خود کوبا شما برید قهوه کوبانو سفارش بدید به این شکل سرو بشه. چیزی که من شنیدم حالا قطعا هم همینطور هست، چون شما هم دیدید که مثلا جاهای دیگه پیپای متنوع یا کیکنهای متنوع، و این موردی که شما انجام میدید خیلی حائز اهمیته، چون ببینید برای اسموک پیپ ما دود که اسموک نمی کنیم، ما تمام مزه داریم. اگه می خواستیم دود بگیریم می رفتیم سیگار می کشیم، چه کاری؟ این همه پول بگیریم. یکی از خیلی همیشه تاکید میکنم، مثلا داشتم مشتریایی که یا حالا جی شنیدم یا مشتری خودم بوده، آقا این دودشو نمیدیم تو سینه میگیره آدم و مثلا به درد بخوره. میدونی چرا خندم میگیره یا چرا مثلا یه همچین موردی رو بهش برمیخوریم؟ چون نمیدونیم که کسی که پیپ میخواد بکشه برای چی داره پیپ میکشه. ما سیگار نمیکشیم، ما قلیون نمیکشیم، ما پیپ داریم میکشیم. شما اگر میخواید شکمتون رو سیر کنید میتونید مثلا 100 هزار تومن بدین، برید یه ساندویچ گنده انقدی بهتون میدن، میخوری تازه نصفش هم میمونه سیره سیره همش هم مزدست. ولی آره حالا مزدش هم دقیقا به همیشه هم مزده سوخت کرده میداد، مزده سوخته میداد، حالا به هجم 500 تومن میری یک رستوران شیک میشینی، یه بشقاب میاره این هوا، یه انقدی وسطش قرار. چرا؟ چون شما رفتید اون رستوران که از اون اصاره کار اون سراشپز بچشید، طعم و مزه رو میخواییم بگیریم. ممکنه حالا تا حدودی سیر کنه، یا بعضی ها ممکنه سیر نشن حتی، دوباره سفارش بخونه، ولی اون چیزی که رفتید اونجا و براتون مهمه، مخصوصا توی حالا فرهنگ های دیگه مثل فرهنگ های اروپایی به این شکل، این خیلی براشون مهمه. یعنی شما حجم غذا رو نگاه کنید حالا با توجه به قیمت، اصلا یه چیزی مسخره ای برای ما. ما بیشتر اون حالت خوردنه برای اون مهمه. اینه که شما میخواییم برین و از اون رسیپی و اون طعمی که اون سراشپز براتون به ارمغان آورده استفاده. اگر شما میخواییم نیکوتین بگیرید برید سیگار بکشید. یعنی این واقعا میگم دوستانی که پیپ میخوان بکشن برای نیکوتین اشتباه میکنن، سیگار بکشن هم به نفع جیبشون هم به نفع خودشون، واقعا میگن. بله مثلا ما توتونهایی داریم مثل نایکاپ که نیکوتین خیلی بالایی داره، بله مثلا شما میتونید اسم کنید، مثلا برلی ایج داریم، توتون هم مثلا 965 در واقع حالا دانهیل یا پترسونش، سبک پترسونش رو داریم. کسی که نیکوتین خوبی هم میخواد بگیره میتونه از اینها هم اسموک کنه. بله. ولی در وقت اول شما طعم و مزه میخواییم بگیری داخل ریه و روده، یا ریه و مریو، اینها هیچ حسگر بویایی وجود نداره، بنابراین شما
وقتی که اسموک میکنید دهان و بینی اینا تموم، یعنی طعم رو شما با این میگیرید. اگر بره داخل ریه هیچ تعمید و غیر از طعم سوخته نمیگیرید. و توتونی خریدین 1,000,000 تومان، 900 تومان، 800 تومان، 1,500,000، حالا هر چقدر توتون ها متنوع، دارید خرابش میکنید. اگر میخواین نیکوتین بگیرید سیگار بکشید. نه عالی، مرسی از نکته که گفتیم، مرسی، دمت. دقیقا همین، یعنی ما رسیپی های مختلف رو برای این تست میکنیم. احسن. خب دیوی جان، موافق هستی اگر امکانش هست البته و اجازه میدی ما و بقیه دوستان وارد محیط کارگاه تو بشیم و الان دوربین رو بچرخونیم بتونیم محیطت رو ببینیم؟ بله حتما، من کارگاه رو نشون دوستان بدم، بعد اگر مایل باشین یه چقدی از کارهای قدیمیمون رو تو لپتاپ بچرخونیم که دوستان هم ببینن و دیگه در خدمت شما خواهم بود اگر سوالی سیدی باشید. خواهش می‌کنم. مرسی ازت. خب این هم کارگاه نقلی ما. به این شما بیام از این پشت اول از همه یه ویو کلی بگیرم از کارگاهمون. کارگاهم رو من تغییر دادم، قبلا کوچیکتر از این بود، جای دیگه بود داخل باغ، حالا کارگاه تغییر پیدا کرده، اومدیم اینجا، یه ذره بزرگتر شده، گرمایشش بهتر شده، خوبه. و الان فکر میکنم حدود یه چند ماهی هست که دیگه کارگاهمون اومده اینجا. این میزه کارمون هست دیگه، من اینم گذاشته بودم برای نگهداری. من با اصلا متایی که استفاده میکنیم، سوهانا، فرز انگشتی، فرز موتوری، ابزارهایی که داریم این شیف، حالا اینا فکرم گیرای دستگاه چیزه، مال خراطیه، اینا فکای چهار نظامه، بعد مغارهایی که استفاده میکنیم به این شکل دیگه، کولیس و این ابزار، این اون ابزار اولیه بود که من گفتم من با این دریل اون اوایل کار میکردم. بله. و با این اره میبریدم کارها رو، الان همچنان با ارهش کار میکنم، ولی خب دیگه سوراخ کاری رو با این دریل انجام نمیدیم. این اولین دستگاهی هستش که من باهاش کار میکردم، یه دستگاه خراطی رومیزی مارک محکم است، خوب بود، ولی خب واقعا برای کار دقیقی مثل کار پیپسازی خیلی جالب نیست، ولی خب برای شروع گزینه بدی نیست، با توجه به قیمتش و در دسترس بودنش گزینه خوب بود. اولین دستگاهی که من خریدم این دستگاه بود، و خب با توجه به اینکه من کار پیپ اولش انجام نمیدادم، ما بیس کارمون سیگار پیپ بود، این اون نیاز من رو جواب میداد برای این کار. بعد دیگه اومدم این دستگاه دریل ستونی رو خریدم، دریل رو با این انجام میدادم، حالا گیرش الان برداشتم برای کارهای دیگه، ولی با این دریل ستونی کار میکردم. الان تقریبا میتونم بگم خیلی کاری با این ندارم، واقعا در از در یه پولیشی مثلا اگه بخوام انجام بدم، ولی اونم واقعا با این دستگاه خراطی یا دستگاه خود تراش انجام میدم، خیلی دیگه با این کاربردی نداره برام، و شاید جالا تبدیل به احسنش کنم، یه دستگاه اره فلکه یه کوچیک بیارم، چون اون بیشتر کارهایی داره برای کارم. درسته. دیگه اینجا چارتا رو داریم، مدل چارتایی که مال سیگار پیپ هامون هست، حالا این مدل های اولیه سمپل و کرو و لان کرو و دابل رینگ و هورن، بعد باز قسمت داری باز مدل های دیگه، این مدل مثلا مدل سیگار استیک، چند مدل ازش ساخته شد دیگه کار نشد، من ان وومن ست، یه ستی بود که خب قیمتش به نسبت من دو تا در واقع سیگار پیپ جدا کمتر میشد، یه کوچیک یه بزرگ برای یه ست مثلا خانم و آقا بود مثلا. یه چیز میشه زپلین رو داریم، بعد دیگه این طرف باز سایز چارته،
اینجا لنس چارت طولمونه که دیگه این مدل رو دیگه کار نمی‌کنیم. این مدل هم دیگه خیلی وقت کار نمی‌کنیم. این سایز شورت یا کوچیکمونه خیلی کوچیک بود، تقریبا تا اینجا 10 سانتی متر بود. الان فقط مدلی که کار می‌کنیم این دوتا است، معمولا هم بیشتر استیم. بعد دوباره سایز چارتمونه، سایز بیگ، مدیوم، اسمال، اس اسمال که دیگه اس اسمال و اسمال و مدیوم رو تقریبا کار نمی‌کنیم. اول مدیوم بعد وقت پیش میاد، ولی سایز استانداردی که برای سیگار پیپ مثلا همین سایزی که من دارم باهاش اسموک میکنم، سایز بیگ یا همون در واقع سایز بزرگمون هست. اینی که میگم ببینید، سایز چارت برای سیگار پیپ جوریه که شما بزرگترین سایز سیگار پیپ میشه کوچکترین سایز پیپ. به این شکل، یعنی برای میگم برای اسموکای سری و روزانه خیلی کارآمد. بعد دیگه هم بیام این طرف، ابزارمونو نمکس کوچولی ماست. البته بزرگتر شده، این مال کوچیکیش، نوزادیش، این مال یه سال پیشه. دیگه باز حالا تصویر رو اینجا، یه سری از چوبایی هست که بیشتر برای سیگار پیپ استفاده میکردیم میکنیم. حالا یه سری هست که دیگه استفاده نمیشه، مثلا این چوب انجیلی یا مثلا اون بالا روز پادوگ رو داریم. ماله. این روز پادوگ، کهور، پسته، شمشاد، زرشک، بعد ممرز، باز اون طرف چوب کهور و روز پادوکه. حالا یه سری سینیا، یه سری در کالباسی داریم برای سینی استفاده میکنیم. اونم مثلا چیزایی که بیشتر برای تزئینی دیگه الان استفاده میکنیم، دیگه برای پیپ دیگه استفاده نمیشه. باز اینجا چوب گلابی و زردالو و این چوبهای زلزلک، من بیارم یکی دوتا جوش زلزلک، خیلی هم قشنگه، هم اسمو که خوبی داره. این چوب در واقع جوش زلزلک. بعد چوب گردو به این شکل، بعد چوب کیکوم، کیکومایی که استفاده میکنیم. یه دونه تمام جوش اگه بتونم اینجا نشون بدم، متاسفانه نمیگیره خیلی. به این شکل بعد روغن یا یه براق کننده بخور تا معلوم شه. چوب عناب. و بعد این دستگاهمونه، این دیگه دستگاهی هست که الان یک سالی هست باهاش کار میکنیم. دیگه از اون تایمی که کار پیپ انجام دادیم، من دیدم دیگه واقعا با اون دستگاه قدیمی نمیشه کار کرد. هم کارمون دقیق‌تر شده، هم سرعتمون بیشتر شده. و دستگاه واقعا میشه گفت دستگاه اصلی پیپ سازی این دستگاه. یک دستگاه خراطی حرفه‌ای که چهار نظام بخوره، اگر مثلا میز صلیبی هم بخوره که دیگه شما با دستی و با قلبی رگ بتونید کار انجام بدید که فشار به دست هم نیاد، دیگه فبحل مراد. یعنی یک دستگاه به این شکل برای پیپ سازی و کار پیپ خیلی مناسب. باز اینجا یه سری سایز چارت داریم، کلاسیک پایپ شیپ چارت داریم، سیگار نالج که در واقع در مورد سیگار برگ توضیح داده، کار پترسون رو داریم، نمونه های کار پترسون رو داریم، در راستیک رو داریم که در واقع باز مدل های پترسونه که در واقع توسط دیری اگر اشتباه نکنم انجام میشه. راستیک های پترسون هست، کارهای ساوینلی، مدل های ساوینلی هستش. و اینجا هم دیگه کاری از چوبایی هستش که برای پیپ استفاده میشه. این چوبای کیکوممون هست به این شکل. بله، مثلا این چوب برش خورده، قسمت های اضافی شه که مونده. چوب اینا بعد از سنبات کاری چسب خورده که به مرور زمان حالت خوش شدنش انجام بشه. بعد عرضم به حضورتون این چوب رو داریم، چوب برایر که از ایتالیا اومده. بعد دیگه چوب عناب رو داریم به این شکل، و بلوک های عناب هم باز به این شکل برای ساخت پیپ. یکی دوتا چوب گردو رو داریم، این گردو گردوی کردستانه، گردوی سیاه کردستانه، خیلی کار قشنگی ازش در میاد. یه نمونه شما هم تکنم اینجا دارم.
میتونم بدم. این کار هست برای اسکیمو با بله یک کار اسکیمو با رینگ و استم کهف دقیقا از همون های گردوی سیاه خورده است. بعد دیگه یه سری هم خورده ریزایی که مثلا حالا اضافات حالا بعدا میشه استفاده کرد و اینها اینا رو هم اینجا داریم. مثلا اضافه کیکومه برای افتن میشه استفاده کرد. مثلا تیکه های مثلا عناب و اینها برای رابط یا برای مثلا کف برای سیگار پیپ ها استفاده کرد. بله. و یه سری کارهایی که مثلا خراب شده حالا همین جوری گذاشتم اینجا یا مثلا مورد پسند خودم نبوده یا باختگی داشته همینجوری مثلا مونده اینجا به این شکل. باز این چند تا چوبم که هیچ موقع ازش به خوبی نشد استفاده کنیم، فقط برای تزیینات. چوب آبنوس هست که بسیار هم سنگینه. دیگه این هم یک استند برای این خوردریز ها. و دیگه این پایینم باز یه سری اسلب کیکوم و چند تا بلب همکار عزیزمون به هم رسیده که بخوام انجام بدم. تست نکردم هنوز بلوت رو به این شکل تست نکردم. بعد دیگه متریال هایی که برای چیز کار میشه لیبل هم اینجا گذاشتم یادم رفته ببرم تو کار. آکریلیک و آکریلیک شفاف یا مشکی قسمت فلزی که استفاده میکنیم، آلومینیوم و برنج. دیگه ارزم بودتون باز اینها بامبو، چند تا از بامبایی که همکار عزیزمون دادن به این برای کار. بعد دیگه متریال استال، پلی استال برای قسمت تنون و این موارد. حالا به این شکل این هم کارگاه نقلی ما برای ساخت پیپ و سیگار. خب من اگر اجازه بدین یه کارا رو ببینیم دوستان نشون بدن. باز سوالی هم داشتیم مسیح جان؟ حتما حتما. مرسی از شما. تا همین الان من وقت تو زیادی گرفتم، 2 ساعت شد تقریبا. من وقت همه من صحبت کردم و ما اومدیم تو این برنامه در واقع صدای شما رو بشنویم. عزیز و دلیم بزنیم این رو بذارم اینجا. یه موردی هم در رو نشون کنم در خودم که میخوام جا کنم به این یکم صدا ضعیفه دیوید. صدای من خوب داری؟ آره الان خوبه صدا. میگم این هم در واقع اینو خواستم نشون دوستان بدم هم تو هم میخوام جا کنم معمولا به این شکل جا میکنم. این الان مانتین سانسر هست 9 جوان 2024 که میشه 9 10 2402. یه ماه هنوز نشون جار کردم که حدوداً یکی دو ماهی بمونه. در مورد ستونای جار که حالا توی ویدیوهای قبلی من دیده بودم صحبت کردی، خودم ستونی که تونستم جار کنم و نگه دارم 5 ماه بیشترم. یعنی یا اسموکش کردم یا یه موقعی بوده مثلا دیگه نتونستم اون کارگاه رو که داشتیم جا به جا میکردیم تولید نداشتم. چند نفری سفارش داده بودم گفتم آقا من تولید ندارم، اگه میخواین از این جز زمینه شخصی خودم خدمتتون ارسال کنم بگفتن آره آقا ارسال کن مشکل نداره. این چلگنی نمیمونه معمولا، چون واقعا اون در واقع قابلیت این که بخوام جار، یعنی قابلیت این که بخوام ایج کنم توتون رو ندارم. من ماشاءالله استقبال زیاده دیگه. خب همین اتفاقا میفته، استقبالش زیاده. لطف دارن دوستان، خیلی خوشحالم که مورد پسندشون. یکی این که استقبال زیاده، دو این که واقعا اون هزینه های اولیهش رو میبینی. شما مثلا حداقل 6 ماه باید بمونید برای حالت ایجینگ. بله بله. ایجینگ 6 ماه بخواد بمونی، یعنی من 6 ماه هر روز باید تولید بکنم تا از ماه 6 شروع کنم به در واقع عرضه. درست.
دیوید جان ببخش. آره در مورد ایجینگ باید خدمت عرض کنم که من در مورد ایجینگ باید بگم که همین موقعیت این که بخوام ایج کنم رو ندارم. یک اینکه استقبال زیاده و حالا مقداری که من میتونم تولید کنم به نسبت میزان درخواست یه مقدار کمه. دو هزینه اولیه این کار زیاده، یعنی من 6 ماه حداقل باید این توکن ها رو جار کنم، چیز کنم، نگه دارم و 6 ماه کار کنم، از ماه 6 هم شروع کنم به عرضه. خوبه از این بابت که دیگه هیچ موقع من کم و کاستی نخواهم داشت، یعنی هر موقع اسمو که توکن بخواد من دارم بهش بدم و اینکه خب ایجم شده. ولی هزینه اولیه واقعا برای من یه ذره سنگینه و اگر مثلا میتونستیم کسی رو داشته باشیم که این کار رو تیکر کنه خیلی خوب میشد. میشد مثلا 6 ماه یک سال هم ستون رو ایج کرد داخل بسته‌بندی نگه داشت، بعد از مثلا 6 ماه یک سال ستون رو وارد عرضه وارد کرسی عرضه. آره برای من یه ذره مشکله. چند که دوستان میکنن این که مثلا چند تا میگیرن، حالا دوستان که میخوان جار کنن از اون ستونی که مورد پسندشون هست میگیرن، مثلا 6 تا 7 تا اینجوری میگیرن، بعد اون رو جار میکنن و برای خودشون میگن که منم خودم این کار رو انجام میدم. 100 گرم حالا هر از گاهی که تولید میکنم که مثلا سفارش ها مناسبه میتونم مثلا یه 100 گرمش رو برای خودم نگه دارم جار کنم و ان شاء الله مظلوم واقع شدی واقعا.